سلام دوستان به کانال داش میتسمی خیلی خوش اومدین درخواست کردین که براتون یه ویدیو درست کنم که توش تغییرات یا که تغییراتی که در قوانین آلمان به وجود اومده توی این سال تو سال 2024 رو بگم این کار رو توی این ویدیو میکنم البته همه تغییرات رو اینجا نمیگم بلکه اونهایی که به نظر خودم مهمتره یا بیشتر به کارمون میاد رو میگم با من همراه باشید خب همونجوری که گفتم میخوایم با همدیگه دیگه قوانینی رو که تغییر کردن توی از اول امسال از اول ژانویه 2024 رو با هم دیگه ببینیم gesetzliche Neuregelungen zum Januar 2024 das ändert sich im neuen یا این قراره یا یعنی اینکه این تغییر میکنه در سال جدید من برای پیدا کردن این اطلاعات اومدم تو صفحه می میبینی اون بالا نوشته bundesregierung نقطه ای. تو صفحه bundesregierung آلمان البته من همه تغییرات رو اینجا براتون نمیخونم و ترجمه نمی کنم به دلیل اینکه فقط اونایی که مهم هستن به نظرم برای هممون رو میذارم برای اکثر افراد اگر دوست داشتین لینک این صفحه رو براتون میذارم پایین ویدیو میتونید روش بزنید و خودتون بعد برین بقیه چیزایی رو که نیاز دارین رو یا یعنی که فکر میکنید براتون جذاب هست رو اونجا بخونید وقتی که رو لینک بزنید میاد توی این صفحه ما شروع میکنیم با این قسمت قسمت آبایت آبایت میدونید یعنی کار و نوشته میندست لون شتایگت میندست لون یعنی حداقل حقوق و شتایگن یعنی بالا رفتن یعنی زیاد شدن بالا رفتن پس چی حداقل حقوق میره بالا در gesetzliche mindestlohn steigt in zwei schritten میگه اون حداقل حقوقی که قانونی هست توی دو مرحله بیشتر میشه بالا میره از ژانویه 2024 قرار 12 یورو 41 سنت باشه میندست لون و یک سال بعد این یا شپیتا یک سال بعد شتاکت زی اف 12 یورو 82 و یک سال بعد قرار همین میندست لون بشه 12 یورو 82 سنت البته میبینید بروتو یه شتونده یعنی ساعتی هستش این, که میگیم این این 12 یورو 41 امسال شده ساعتی هست این حقوق حداقل حقوق و بروتو هست بروتو میدونید از روی مبلغی که ما بروتو میگیریم کلی چیز کم میشه مثل فزیش مثل شتای مالیات و حالا اگر مثلا جزء افرادی باشیم که میریم کلیسا اونم که شتایم هم کم میشه و حالا چیزای دیگه پس اون حقوقی که ما نتو دریافت میکنیم اون حقوقی که میاد توی حسابمون با این 12.41 رو چلو یک سنت ساعتی مسلما فرق میکنه و یک اتفاق دیگری که میفته اینه که مینی جابا دوفن میاف دینن مینی جابا به اونایی میگن که به عنوان آسهیلفه کار میکنن این افراد هم میتونن یعنی که اجازه دارن از ژانویه امسال ماهانه بیشتر دریافت کنن پول بیشتری بگیرن از صاحب کارشون و این مبلغ شده 538 یورو در ماه اب یانوا دورفن مینی جابا 538 یورو مونت فدینن بعد دیگه نوشته داده در در مینست لون شتایگت هیب در گزت سگیبا آخی او بگرنسه فر مینی جابا ان میره چون که داره مینست لون اون حداقل حقوق بالا میره برای افراد دیگری که دارن حالا یا تلسط که فالسط کار میکنن همینطور برای مینی جابا هم این مبلغی که ماهانه اجازه دارن دریافت کنن از صاحب کارشون میره بالا و یک اطلاع دیگه شاید که براتون مهم باشه افرادی که کارفرما هستن و کسی رو استخدام میکنن که طولانی مدت بیکار بوده کارفرمای کارفرمایی که یک فردی رو که طولانی مدت حالا به هر دلیلی کار پیدا نکرده رو وقتی که استخدام کنه میتونه برای مدت سی و ماه یک کمکی دریافت کنه از حالا از شهر از کشور نمیم چجوری میشه گفت و این قانون تا آخر 2028 قراره بمونه پس در واقع یعنی وین وینه هم برای اون کسی که کارفرماه هم برای اون کسی که خیلی وقت داره دنبال کار میگرده یعنی کارفرماهایی که اگر کارفرماها افرادی رو استخدام کنن که خیلی مدتی که دنبال کار میگردن برای خودشون هم میتونه خوب باشه به دلیل اینکه ای کمکی هم از دولت میگیرن دولت دنبال کلمه دولت بودم خب یک تغییری که شاید برای خیلی جذاب باشه اینه که برگرگلد شتایکت دایتلیخ برگرگلد قرار خیلی بره بالا اون پولی که افرادی که کمک میگیرن از دولت یعنی کار نمیکنن و کمک میگیرن از دولت اون مبلغ قرار بره بالا از ژانویه 2024 قرار افرادی که Wer auf Sozialhilfe oder Bürgergeld angewiesen ist, bekommt ab Januar 2024 mehr Geld. Alleinstehende Erwachsene erhalten 563 Euro im Monat, 61 Euro mehr als bisher. یک قانون دیگری که شاید برای بعضی افراد جذاب باشه اینه که در آبایت مارکت inklusiver این قرار چه اتفاقی بیفته قراره که از اول ژانویه 2024 افرادی که معلولیت دارن در واقع نه معلولیت معمولی بلکه شفیع بهیندت شتوزشون شفیع بهیندته یعنی چی؟ یعنی که معلولیت خیلی بالایی دارن درصد معلولیتشون خیلی بالاست هم راحتتر یا یعنی اینکه حالا آره دیگه راحت تر بتونن کار پیدا کنن برای اینکه از اول ژانویه 2024 دولت مجبور میکنه کارفرماهایی رو که وظیفه اینو دارن که یک فردی رو که معلول هست رو استخدام کنن و تا به حال این کار رو نکردن باید یعنی دیگه مجبورن <applause> مجبورشون میکنه به استخدام همچین افرادی بر همین ام برای این افراد برای افرادی که معلول هستن کار پیدا کردن شاید به احتمال زیاد آسان تر بشه البته خب این قوانینی که اینجوری میذارن همیشه قشنگ خوندنش ولی تا به انجام برسه و تا بخوان بیان کنترل کنن و اینا خب میدونید دیگه شاید طول بکشه یا شاید اونجوری که توی روی کاغذ نوشته شده به انجام نرسه در آخر و یک قانون دیگری که شاید براتون جذاب باشه الکترونیشس رسپت ای رسپت یعنی چی رسپت میدونید اون کاغذی میگم حالا که میگیرید که روش براتون داروهاتون رو مینویسه داروهایی که قراره بگیرین از داروخانه رو مینویسن دکترها و میگه که این نسخه میشه بهش گفته فکر کنم به فارسی نسخه دارو اینها قرار دیگه الکترونیش بشن دیگه کاغذی نباشن نوشته گزتلیش فزیکت ارهالتن فشخایبونگس پلیختیگه اتنای میتل کنفتیگ نو نخ پر ای رزبت. میگه افرادی که گزتلیش فزیکت هستن یعنی پریوات نیستن همجور قانونی فقط بیمه هستن از این به بعد نسخه های دارویی رو که میگیرن برای داروهایی رو که داروخونه فقط با نسخه به آدم میده نه اونایی که آدم میتونه آزاد بخره برای اونجور داروها از این به بعد دیگه اون کاغذهای صورتی وجود ندارن از این به بعد فقط و فقط نسخه ها الکترونیکی قراره بشن شما میتونید نوشته ze können es mit ihrer elektronischen gesundheitskarte per app oder durch einen papierausdruck einlösen آنها میتونن اون رو اون یعنی همون رژپترو نسخه ها رو یا اینکه با کارتشون اون کارت بیمه شون یا با اپلیکیشنی که حالا دارن رو موبایلشون مثلا برن و بدن و داروشونو بگیرن از داروخانه یا اینکه میتونن اون رو چاپش کنن آستروکنش کنن چاپش کنن و با کاغذ برن و داروشون رو بگیرن پس دیگه خود دکتر بهمون کاغذ نمیده برای داروهایی که فقط با نسخه میشه خریدشون از داروخانه یک چیز مهم دیگر اینه که برای افرادی که بچه دارن der Kinderkrankentage. قرار اون روزهایی که بچه ها این کندک خانکن تاگه در واقع پشتش چیه اینه که وقتی بچهتون مریض میشه شما بتونید برای نگهداری از بچهتون خونه بمونید و بهتون تاستیم با وجود این پول تعلق بگیره میگه که اون روزها داره میره بالا یعنی اون تعداد روزها داره میشه پونزده روز نوشته پوکند und Elternteil. El yani, یعنی برای هر بچه 15 روز هر پدر یا هر مادر میگیره یعنی yani, پدر برای هر بچهش 15 روز اضافی میگیره 15 روز به طور کل میگیره و مادر برای هر بچهش 15 روز میگیره یعنی yani, چی؟ یعنی yani, من اگر دو تا بچه داشته باشم من میتونم برای جفت بچه هم با هم برای یک سال سی روز بگیرم سی روز مرخصی بگیرم و مراقب بچه هم باشم در طول یک سال اگر بچه هم مریض باشه و نیاز به مراقبت داشته باشه و همینطور شوهرم هم میتونه برای جفت بچه هامون سی روز مرخصی بگیره یعنی در واقع بچه هامون تا بچه همون با هم دیگه جزا دارن شست روز مریض باشن و ما نباید دنبال این بگردیم که پیشکی بذاریمشون خودمون میتونیم خونه بمونیم

یعنی شما روزانه یعنی شما هر روزی که خونه میمونید برای بچهتون به طور معمول برای هر روزی که شما خونه میمونید 90 درصد اون پولی رو دریافت میکنین که کارفرما بهتون میداد چجوری شما بعد به برای من یه بار اتفاق افتاد همین میدونم کارفرما برای اون روزایی که شما خونه میمونید برای بچهاتون پول نمیده باید شما برای کانکنکاستون یک انتخاب بفرستین که الان همه این کارا رو میشه آنلاین کرد برای من واقعا یک روز یا دو روز طول کشید تا پول اومد تو حسابم و 90 درصد معمولا 90 درصد اون پولی رو براتون پرداخت میکنن که اگر سر کار میرفتین میگرفتین روزانه و به قسمت فلیگه رسیدیم فلیگه یعنی وقتی که مراقبت آدم میکنه حالا یا از کسی که خیلی مریضه یا خیلی پیره فلیگه گلد و امبولانت زخلایستونگس بتریگه ویدن اوم یه ویس 5% اهو اهود پس چی میگه میگه فریگ گل همون پولی که آدم دریافت میکنه برای مراقبت از کسی که مریضه حالا یا خیلی مریض یا خیلی سنش خیلی بالاست و امبولانت زخ لایستونگز بتریگه این امبولانت زخ لایستونگز بتریگه فکر میکنم چیزایی باشن که وسایلی باشن که شما نیاز دارین برای پلیگ کردن یک فردی حالا مثلا الان هیچ چیزی تو ذهنم نیست که مثال بتونم براتون بزنم نگاه میکنم بعدم براتون مینویسم البته اگر شما کسی رو پلیگن میکنید خب این این تغییر براتون جالب خواهد بود و اگر کسی رو پلیگن میکنید خودتون میدونید چه چیزایی اون شخص نیاز داره چه وسایلی پس اون هم پس این دو تا هر کدومشون پنج درصد قراره اون مبلغه بره بالا مبلغی که دریافت میشه نمیشه و انگویوری گپفلیکت حت اب 2024 statt eines آین مل انشپوخس یرلیش انشپوخ آف پلیگ میگه کسی که یهک کسی از فامیلش رو کسی از اقوامش رو پلیگن میکنه یعنی همین وزش مراقبت میکنه به دلیلی که مثلا گفتم از سال 2024 بهجای که فقط یک بار انشپوخ حق اینرو داشته باشه که حالا مبلغی دریافت کنه هر سال میتونه یک مبلغی رو دریافت بکنه از دولت برای روز... برای, برای ده روز کاری حالا چقدر این مبلغ هست و متاسفانه نمیتونم بهتون بگم اینجا ننوشته و میرسیم به این قسمت که گفته شده بود که قرار بنزین قیمتش بره بالا بنزین و گاز و این چیزا CO2-Preis steigt auf 45 Euro pro Tonne. In CO2, CO2 چی میشه. اه, این قیمتی که قرار بود این مبلغی که قرار بود بره بالا به خاطر این CO2 پریز هستش 45 یورو برای هر تن یعنی 45 یورو بیشتر برای هر تون یعنی در واقع حساب کنیم بنزین لیتری قرار حدود چهار ممیز یا یعنی اینکه چهار ممیز هشت سنت بره بالا برای هر لیتری اینجا ما داریم میگیم 45 پنج یورو برای هر تونی خب برای بنزین میشه همونجور که گفتم چهار ممیز سه چهار ممیز هشت سنت برای هر لیتر که قراره قیمت بره بالا و یک چیز دیگه ای که خیلی شاید مهم باشه اینه که گروند فرای بتراک مر این کامن بلیبت قراره که درآمد بیشتر بدون مالیات باشه گروند فرای بتراک اون پولی که دریافت میکنید که قراره بدون مالیات باشه آزاد باشه از مالیات

به اندازه 696 یورو میره بالا یعنی میرسیم به مبلغ سالیانه 11604 یورو که برای این مبلغ اگر شما فقط اینقدر زیر این مبلغ درآمد داشته باشین در سال نیاز ندارین که مالیات بدین همینطور در کیندفخای بتخاک شتایکت آف 6612 ایرو کیندفخای قراره بشه بر بالا برسه به 6612 یورو و این دوتا کار باعث این میشن که همینطور افرادی که دارن خیلی معمولی فالت سایت جا کار میکنن لونشت های کمتری بدن مالیات کمتری روی اون درآمدشون بدن یک دونه تغییر دیگری که حالا شاید خیلی مهم نباشه ولی اینه که از 2024 خب ما تا الان فان میدادیم دیگه برای شیشه های پلاستیکی همینطور اگر شما نوشیدنی داشته باشین که شیر توشه یعنی نوشیدنی باشه یعنی یک بطری پلاستیکی داشته باشین که شیر توشه یا موادی که با شیر درست میشن توشه حالا مثلا میتونه میلک شیکی چیزی باشه اونجور بطری ها هم بعد براشون فاند بدیم فاند میدونید برای این جور شیشه ها کلا 25 سنت بود دیگه همیشه ولی خب میدونید فاند اینه که وقتی شما شیشه رو پس میدین 25 سنتتون رو پس میگیرید اینها بودن چیزهایی که میخواستم امروز بگم به نظر خودم مهم هستن گفتم بهتون من لینک این وبسایت رو براتون میذارم داخل کامنت ها یا اینکه پایین ویدیو توی اون قسمت توضیحات ویدیو اگر خواستیم میتونید بریم بقیه چیزهایی که حالا شاید از نظر شما مهم باشه و از نظر من حالا فقط مهم نبود رو دوباره خودتون بخونید اگر دوست داشته باشید ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه